سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. این چیه؟ آقا این چجور پاک میشه؟ گروه وانتوز به نظر من موفق ترین گروهیه که توی کامیونیتی فارسی رپ و حتی غیر رپ وجود داشته. حتی به نظر من از زد بازی هم خیلی موفق ترن از نظر ایده هایی که میزنن، آهنگایی که درست میکنن و افرادی که توشن، چون هر کدوم برای خودشون یه قولی هستن. و من از زمان خیلی خیلی وقت پیش، حتی اون تایمی که آرتا توی گروه نبود، پدی بود و آهنگای مثلا یه حس گویی دارم یا هرزم کوروش میشناسمشون و از اون تایم همیشه طرفدارشون بودم، دنبالشون میکردم. چند وقتی هست که یه اتفاقی داره در رابطه با گروه وانتوز میفته، چون دوباره تکرار شد. من تقریبا الان دیگه مطمئنم که آمدانه داره این کاره انجام میشه، این چیز رندومی نیست که حالا به یه دلیل پشت پرده بخواد اتفاق بیفته. و اون درست کردن حاشیه قبل از کنسرت های گروه وانتونز، همونطور که گفتم نمیخوام حالا الکی بیام بگم که گروه وانتونز حاشیه میکنه به این دلیل که کنسرت هاشون پر میشه. طبیعتا همونطور که گفتم موفق ترین گروه حال حاضر موزیک رپ به نظر من، و تا مدت خیلی زیادی گروه بهتری فکر نمیکنم مثلا امکان اینو داشته باشه که بخواد به وجود بیاد. اما به هر حال کارهای این شکلی همیشه خیلی تأثیر زیادی دارن، یعنی حتی بزرگترین آرتیست دنیا هم باشید، مثل ترویس اسکات، مایکل جکسون یا آدمای از این جنس، تو این لول بازم به این چیزا احتیاج دارید و مستقیم یا غیر مستقیم باید دنبال حاشیه باشید. در رابطه با گروه وانتونز هم اگه یادتون باشه، چند وقت پیش که کنسرت استانبولشون بود یا حالا توی شهر دیگه ترکیه، همون تایم بود که چند روز پیشش تولد رها بود و یه دفعه رها و سامیلو اومدن همدیگه رو آنفالو کردن. من واقعیتش هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا رها و سامیلو بخوان حاشیه بکنن، و خودم حالا توی خیلی از فرضیه هایی که میگفتم که واقعا با هم دیگه مشکلی براشون ایجاد شده. اما الان که دوباره این موضوع سر آرتا هانیه تکرار شده، من دیگه تقریبا مطمئنم که گروه وانتونز داره از این استفاده میکنه که حالا سر زبون ها بیفته، به خصوص تایمی که قبل از کنسرتشه. و حتما میریم توی این ویدیو یه سری فکت من برای ماجرا میارم که اثبات میکنه که این کارو دارن آمدانه میکنن به خاطر اینکه حالا کنسرتاشون تمام بلیتاش فروش بره یا سولد اوت بشه. هرچند که گفتم گروه وانتونز یکی از بزرگترین گروه هاست و با این حال بازم به حاشیه این شکلی قطعا احتیاج داره. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون میخوایم ماجرای حالا درگیری و دعوایی که بین سامیلو و رها بود حدودا مثلا یک ماه پیش و الان اتفاقی که سر آرتا و هانیه افتاده و آنفالو کردنشون که من فکر می‌کنم دو روز پیش بود یه ویدیو براش درست کردن، کامل می‌خوایم اینو بررسی بکنیم و پشت پردهش رو تصمیم بگیریم که چه چیزی. اگر هنوز کانال ما رو هم سابسکرایب نکردید، لطفا این کارو بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. تقریبا یه هفته هست که این ماجرای آنفالو کردن آرتا و هانیه وجود داره. من خودم تقریبا همون روز اول متوجهش شدم، اما یه موقع اینستاگرام باگ میخوره، به خاطر من یه چند روزی وایسادم و بعد مطمئن شدم که نه، واقعا آرتا هانیه رو در واقع آنفالو کرده. من توی ویدیو قبلی هم در رابطه با اثبات این موضوع که آرتا واقعا با هانیه وارد رابطه شده کامل صحبت کردم و تقریبا همه روی این توافق دارن که بعد از ربکا آرتا با هانیه وارد رابطه شده. حالا نمیخوام بگم که با هانیه خیانت کرده بوده به ربکا، اما بعضیا حتی این فرضیه هم گفتم و یه ویدیو کالم منتشر کرده بودم برای ماجرا که من قبلا توی ویدیوهای قبلی گذاشته بودم. بعد از اینکه من خودم پیروز بود این در واقع ویدیو رو ساختم در رابطه با آنفالو کردن آرتا هانیه، تقریبا همون شب آرتا دوباره اومد هانیه رو فالو کرد و به نظر من آرتا منتظر این بود که این یه هفته این کار رو کرد و کامل منتظر این بود که یه حالت رسانه‌ای بگیره این ماجرا، و بعد خیلی سریع آرتا دوباره هانیه رو فالو کرد. این نشون میده که مشکلی بینشون نیست و اتفاقی هم نمیتونه باشه این ماجرا. اینکه یه دفعه آرتا آن فالو میکنه و الان همونطور که میبینید دوباره اومده فالو کرده، قطعا یه برنامه‌ریزی پشتشه. همونطور که میدونید خب آرتا تمام پست‌های هانیه رو از اون زمانی که گفته میشد دیگه باهاش وارد رابطه شده و از ربکا جدا شده بود لایک میکرد، که من قبلا این موضوع هم نشون دادم، چون رندوم اگه باز بکنید خیلی راحت میبینید که تمام پست رو لایک کرده. اما خب تو این یه هفته ای که آنفالو کرده بودش، دوتا پست گذاشته هانیه که طبیعتا اونا رو دیگه لایک نکرده بود، چون اصلا سفر رو نداشت.
بذارید یه فلشبک بزنیم به تولد رها وانتونز و کنسرت قبلی گروه وانتونز که خب خیلی هم سر و صدا کرد و کنسرت واقعا موفقی بود. یه مدت تایم خیلی زیادی کل حالا ویدیوهای کنسرت داشت توی اینستاگرام اکسپلور میچرخید. دقیقا تولد رها که چند روز قبل از کنسرت قبلیشون بود، اتفاقی که توش افتاد این بود که حالا سامیلا اومد یه استوری گذاشت، خیلی زودم برداشتش، یه استوری خیلی تندی بود و توی اونجا اومد حالا یه چیزایی گفت که مشخص بود به پارتنرش، یعنی رها، و یه حدودا میشه گفت مثلا یه 4-5 ساعتی همدیگر رو آنفالو داشتن. تو استوری سامیلا هم نوشته شده بود که راحت باش و همه بگو من تو داستانت هیولا بودم، ولی یادت نرزه کنی تو کدوم فصل داستان من هیولا رو ساخت. 100% مخاطب حرفاش رها بوده که حالا یکی از کانال تلگرامی بود که گذاشته بود و خود استوری خیلی سری برداشت، یعنی من تا دیدم و اومدم دوباره برش دارم استوری دیگه پاک شده بود و یه مدت زمانی هم همدیگر آنفالو کرده بودن. کسایی که اون تایم در جریان حالا اتفاق بودن کامل میدونن که این اتفاق افتاده بود. بعضی از طرفدارا همون موقع خب خیلی خوشبینانه به این ماجرا نگاه میکردن و میگفتن که مثلا حالا برای سورپرایز تولده، در صورتی که خب این حرف قطعا نمیتونست درست باشه. اصلا سورپرایزی معنی نمیداد تو این اتفاقی که افتاده بود. حتی اگه سورپرایز بود چرا دوباره قبلش مثلا تا 2-3 ساعت قبل از اینکه مراسم تولد شروع بشه همدیگر فالو کردن؟ یعنی حداقل بعد میذاشتن تا لحظه تولد، اون تایمی که مثلا کیکو میارن، و این فرضیه سورپرایز کردنه که کامل منتفی بود. همون تایم خب خیلی از طرفدارا، مثلا شما در نظر بگیرید که یه کسی توی این لول که 1 میلیون فرزن فالوور داشته باشه توی اینستاگرام، یه دفعه 100,000 نفر هجوم میارن به پیجش که حداقل مثلا این موضوع چک بکنن که آیا واقعا فالو دارن همدیگر رو یا آنفالو کردن، و خب خیلی ایمپرشن بالا این موضوع میده. حتی یه آرتیستی که موزیسین هم باشه شاید 100 تا آهنگم بسازه نتونه ایمپرشن رو باش تو اینستاگرام بگیره، اما با یه همچین حرکت کوچیکی که احتمالاً چند روز بعدم همه یادشون میره، کسی دیگه یادش نمیمونه، میتونه یه ایمپرشن خیلی بالایی بگیری. و توی همون تایمی که همه منتظر بودن حالا یا سامیلو بیاد یه حرفی بزنه یا رها یه حرفی بزنه، رها اومد اولین استوری که گذاشت تبلیغ بلیط کنسرت بود که بریم اون رو با هم دیگه ببینیم. سلام به همگی، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. اومدم بگم که دیگه چیزی نمونده که از نزدیک تک تک شما رو دوباره ببینم. وانتونز پنجشنبه توی استانبول کنسرت داره و تعداد بلیطاش هم محدوده، پس تا دیر نشده سریع برید بلیطاتون رو بگیرید. بی‌صبرانه منتظرم که دوباره با همدیگه استانبول رو به آتیش بکشیم. علالم که دقیقاً یه اتفاق مشابه افتاده این بار برای آرتاب و هانیه و شروع کردن تبلیغ کنسرت رو گذاشتن. همونطور که میدونید فکر می‌کنم فردا باشه یا پس فردا کنسرت وانتونز توی استانبول که توی یه سالن خیلی بزرگی هم هست بدون محدودیت سنیه. بری اول اون استوری رو با هم ببینین، یعنی کوروش استوری رو گذاشت. معمولاً آرتا خودش استوری نمیذاره، ری استوری میکنه استوری که بقیه از گروه وانتونز بذارن. این بار هم همینجوری بود، یعنی کوروش گذاشت و بعد آرتا ری استوریشون کرد. یو برعکس استانبول، سه شنبه 12 سپتامبر بدون محدودیت سنی صفا. یو برعکس استانبول سه شنبه یو برعکس استانبول سه شنبه 12 سپتامبر بدون محدودیت سنی صفا.